سلام به شما همراهان کانال چتر سفید. خوشحال میشم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت لطفاً یادتون نره. با ما همراه باشید. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نویسنده ناپلئون هیل. قسمت 35. ترس از پیری. در واقع این ترس از دو مبدأ نشأت می‌گیرد. اول، این فکر که ممکن است پیری همراه با فقر باشد. دوم و رایج‌ترین منشأ آن از تعالیم غلط و رنج‌آور گذشته نشأت می‌گیرد. این تعالیم با آتش و قبر یا دیگر مترسک‌های ادغام شدند که زیرکانه برای اسیر کردن انسان با ترس طراحی شدند. در ترس اصلی پیری، انسان دو دلیل بسیار ساده برای نگرانیش دارد. یکی از بی‌اعتمادی او نسبت به هم نوعش نشأت می‌گیرد که ممکن است دارایی‌های دنیوی او را صرف کند. دیگری ناشی از تصاویر وحشتناکی از دنیای ماورایی است. این تصاویر پیش از آن که خودش کنترل کامل ذهنش را به دست بگیرد، از راه وراثت اجتماعی در ذهن او کاشته شدند. اینکه این ترس در پیران بیشتر رایج است به دلیل این است که احتمال مبتلا شدن به این بیماری در پیری بیشتر است. ترس از پیری نیز به غریزه جنسی هم مربوط می شود، چون هیچ انسانی نمی تواند فکر کم شدن جذابیت جنسی را در خاطرش بپروراند. رایج‌ترین علت ترس از پیری به احتمال فقر وابسته است. خانه سالمندان کلمه زیبایی نیست و هراس را در دل هر انسانی می اندازد که احتمال می دهد سالهای پیریش را در خانه ای آن هم با فقر بگذراند. علت مهم دیگر ترس از پیری امکان از دست دادن آزادی و استقلال است که ممکن است از دست دادن آزادی جسمانی و اقتصادی را نیز همراه خود بیاورد. علائم ترس از پیری: 1. گرایش به کندی. 2. کمحالی. 3. گسترش عقده حقارت در سن بلوغ فکری 40 سالگی. گاهی افراد به اشتباه معتقدند فرد به دلیل رسیدن به سن پیری ناموفق است. حقیقت این است که مفیدترین سالهای زندگی انسان از نظر ذهنی و معنوی بین 40 و 60 است. 4. عادت به صحبت کردن پوزش‌آمیز با این عذر که به پیری 40 یا 50 سالگی رسیده، به جای اینکه به دلیل رسیدن به سن خردمندی و درک و فهم از خود قدردانی کند. 5. عادت از بین بردن ابتکار، تخیل و خوداتکایی با این باور غلط که خود فرد آنقدر پیر است که نمیتواند این ویژگی‌ها را اعمال کند. 6. عادت لباس پوشیدن عجیب مرد و زن در 40 سالگی با هدف جوان به نظر رسیدن و تأثیر و خودنمایی و رفتارهای جوانی. این عادت باعث تمسخر آنها از طرف دوستان و غریبه ها می شود. ترس از مرگ. برای بعضی افراد این بی‌رحم‌ترین و رنج‌آورترین ترس اصلی است. دلیل آن هم واضح است. در اکثر موارد ممکن است دردهای وحشتناک ترس ناشی از فکر مرگ مستقیم با تعصبات دینی تقویت شوند. خدا نشناس‌ها کمتر از متمدن‌ها از مرگ می‌ترسند. صدها میلیون سال انسان سوالاتی پرسیده که هنوز جوابی برای آنها پیدا نکرده است. سوالاتی از قبیل من از کجا آمدم و به کجا می‌روم؟ در سالهای تاریکتر گذشته، افراد هیلگر از پاسخ به این سوالات عقب نمی ماندند و با پول کلانی به این سوالات پاسخ نابجا می دادند. به همین دلیل است که اکنون منشأ اصلی ترس از مرگ شده است. رهبر یکی از فرقه ها فریاد می زند زیر چتر من بیایید، ایمان مرا بپذیرید، عقاید مرا قبول کنید. من به شما بلیتی خواهم داد که وقتی بمیرید مستقیم در بهشت پذیرفته خواهید شد. همان رهبر میگوید از زیر چتر من بیرون بروید. ممکن است شیطان شما را بگیرد و در ابدیت بسوزاند. ابدیت زمانی طولانی است. آتش وحشتناک است. فکر مجازات ابدی با آتش نه تنها باعث می شود انسان از مرگ بترسد، بلکه عقل و خردش را نیز از دست می دهد.
علاقه به زندگی را از بین می برد و خوشی و شادی را غیر ممکن می سازد. در مدت تحقیقم کتابی با عنوان کاتالوگ خدایان را مرور می کردم که در آن از 30,000 خدایی نام برده شده بود که انسان پرستیده است. یک لحظه به آن فکر کنید. 30,000 تا از آنها که با هر چیزی از خرچنگ خاردار تا انسان نشان داده شدند. تعجبی ندارد. انسان از نزدیک شدن مرگ می ترسد. اگر رهبر دینی نتواند هدایت مطمئنی تا بهشت فراهم کند و به همین دلیل فرد بد اقبال به جهنم سقوط کند، احتمال گفته دومش آنقدر وحشتناک است که تصور آن منجر به تخیلی واقع بینانه می شود. این تخیل عقل و منطق را فلج می کند و ترس از مرگ را به وجود می آورد. امروزه ترس از مرگ رایج نیست. دانشمندان توجه همگان را به دنیا معطوف کردند و این حقیقت مردان و زنان را به سرعت از ترس وحشتناک مرگ آزاد می کند. مردان و زنان جوانی که در دانشکده ها می روند به آسانی تحت تأثیر آتش و قبر قرار نمی گیرند. به کمک زیست شناسی، ستاره شناسی، زمین شناسی و سایر علوم مربوط ترس از دوران تاریکی از بین رفته است. دورانی که ذهن انسان را کنترل می کرد و عقل و منطق را نابود می کرد. تیمارستان ها پر از مردان و زنانی است که به دلیل ترس از مرگ دیوانه شدند. این ترس بیفایده است. مرگ خواهد آمد. مهم نیست هر کس چه فکری درباره آن می کند. آن را به عنوان یک ضرورت بپذیرید و فکرش را از ذهنتان بیرون کنید. یا باید یک ضرورت باشد، یا اصلاً رخ ندهد. شاید آنقدر هم که تصور می‌کنید بد نباشد. کل دنیا فقط از دو چیز ساخته شده است: انرژی و ماده. در فیزیک یاد می‌گیریم ماده و انرژی دو واقعیت شناخته شده برای انسان ساخته و نابود نمی‌شوند. هر دو قابل تبدیل هستند، اما هیچ کدام از بین نمی‌روند. از قرار معلوم زندگی انرژی است. اگر ماده و انرژی از بین نمی روند، پس زندگی هم از بین نمی رود. ممکن است زندگی مثل دیگر انواع انرژی از فرایندهای مختلف تغییر و انتقال عبور کند، اما از بین نمی رود. از این رو مرگ انتقال محض است. اگر مرگ تغییر یا انتقال محض نباشد، هیچ اتفاقی بعد از مرگ نمی افتد، به جز یک خواب طولانی، ابدی و با آرامش. خواب چیزی نیست که ترسناک باشد. بنابراین برای همیشه ترس از مرگ را از ذهنتان پاک کنید. علائم ترس از مرگ: 1. عادت فکر به مردن به جای ساختن زندگی. این عادت عموماً به دلیل نداشتن هدف یا شغلی مناسب است. این ترس در میان افراد مسن رایج‌تر است، اما گاهی جوانان قربانی آن هستند. بزرگترین درمان برای ترس از مرگ میل سوزان به پیشرفت و موفقیت است که پشتیبان آن کمک و خدمت مفید به دیگران است. یک فرد پرمشغله به ندرت وقت کافی دارد تا به مردن فکر کند. او زندگی را انقدر هیجان انگیز می داند که نگران مرگ نیست. گاهی ترس از مرگ رابطه نزدیکی با ترس از فقر دارد، چون مرگ شخص فقر را برای عزیزانش باقی می گذارد. 2. بیماری و شکستن متعاقب مقاومت فیزیکی بدن. رایج‌ترین علل ترس از مرگ عبارتند از بیماری، فقر، نبودن شغل مناسب، ناامیدی از عشق، جنون و تعصب دینی. نگرانی انسان قدیم. نگرانی یک حالت ذهنی بر اساس ترس است که آهسته و پیوسته عمل می کند. جانکاه و سخت است. گام به گام نفوذ می کند تا قدرت ذهنی استدلال فرد را فلج کند و اعتماد به نفس و ابتکارش را از بین ببرد. نگرانی شکلی از ترس مداوم و پایدار است که با تردید و دودلی ایجاد می شود. بنابراین یک حالت ذهنی قابل کنترل است. یک ذهن سرگردان و بی‌ثبات ناتوان است. دودلی یک ذهن بی‌ثبات می‌سازد.
بیشتر افراد قدرت اراده ندارند تا فوراً حتی در شرایط کاری معمولی به تصمیمات قطعی برسند و بعد از تصمیم گیری از آنها دفاع کنند. در دوره‌های آشوب و تلاطم اقتصادی مانند دنیایی که چندی پیش تجربه کرده ایم، نه تنها به دلیل طبیعت ذاتی افراد که در تصمیم گیری کند بودند، بلکه تحت تأثیر دودلی کسانی که حالت دودلی انبوه ایجاد کردند، مردم ناتوان شدند. در مدت بحران، جو سرتاسر دنیا مملو از ترس و نگرانی بود که این دو منشأ بیماری‌های ذهنی بودند. بیماری‌هایی که بعد از آشفتگی 1929 وال استریت در میان مردم گسترش یافت. فقط یک راه حل مشخص برای این منشأ‌ها وجود دارد و آن تصمیم راسخ و بیدرنگ است. به علاوه این راه حلی است که هر شخصی باید برای خودش استفاده کند. به محض اینکه به تصمیمی رسیدیم که یک سیر عملی مشخص را دنبال کنیم، دیگر نگران شرایط نیستیم. روزی با مردی مصاحبه کردم که قرار بود 2 ساعت بعد اعدام شود. مرد محکوم در میان 8 مردی که در سلول مرگ بودند، آرام‌ترین شخص بود. آرامش او مرا ترغیب کرد از او بپرسم چه احساسی داشت وقتی می‌دانست در مدت کوتاهی به ابدیت می‌پیوندد. با لبخندی مطمئن روی صورتش گفت: احساس خوبی است. فقط فکر کن برادر. مشکلاتم به زودی تمام می شود. من چیزی جز دردسر و مشکل در زندگیم نداشتم. برای پیدا کردن غذا و لباس مشقت می کشیدم. به زودی دیگر به اینها نیازی ندارم. از وقتی فهمیدم حتماً اعدام می شوم، احساس خوبی دارم. ذهنم را آماده کردم تا سرنوشتم را با روحیه و احساسی خوب بپذیرم. همونطور که صحبت می کرد، هر لقمه از شامی را که سهم 3 نفر بود با ولع می خورد. ظاهراً لذت زیادی از آن می برد. انگار فاجعه ای در کمین او نبود. اراده باعث شد این مرد تسلیم سرنوشتش شود. تصمیم و اراده می تواند از پذیرفتن شرایط نامطلوب نیز جلوگیری کند. 6 ترس اصلی با دودلی به حالت نگرانی تبدیل می شوند. تصمیم بگیرید مرگ را به عنوان حادثه اجتناب ناپذیر بپذیرید تا خودتان را برای همیشه از ترس از مرگ تسکین دهید. با یک تصمیم گیری قطعی ترس از فقر را از بین ببرید تا رابطه خوبی با ثروتی داشته باشید که می توانید بدون نگرانی اندوخته کنید. تصمیم بگیرید دیگر نگران آنچه مردم فکر می کنند، انجام می دهند یا می گویند نباشید تا ترس از انتقاد را از بین ببرید. تصمیم بگیرید پیری را نه به عنوان نقص و ناتوانی بلکه به عنوان موهبت بزرگ قبول کنید. موهبتی که خردمندی، خودداری و درک و فهم را همراه خود می آورد و برای جوانان شناخته شده نیست. اینگونه ترس از پیری را از بین ببرید. با تصمیم گیری برای فراموش کردن علائم خودتان را از ترس از بیماری تبرئه کنید. با تصمیمی محکم برای ادامه زندگی بدون عشق در صورت نیاز بر ترس از دست دادن عشق غلبه کنید. با تصمیم گیری کلی و همه جانبه هر نوع نگرانی را از بین ببرید، چون هیچ چیزی در زندگی ارزش نگرانی ندارد. به دنبال این تصمیم، تعادل و آرامش خاطر می آید و شادی را با خود خواهد آورد. انسانی که ذهنش پر از ترس است، نه تنها فرصتهای عمل هوشمندانش را نابود می کند، بلکه این ارتعاشات مخرب را به ذهن کسانی منتقل می کند که با او رابطه دارند و فرصتهای آنها را نیز از بین می برد. حتی یک سگ یا اسب می داند چه زمانی صاحبش شجاعت ندارد. به علاوه یک سگ یا اسب ارتعاشات ترس دفع شده از سوی صاحبش را می‌گیرد و بر طبق آن رفتار می‌کند. این توانایی برای گرفتن ارتعاشات ترس پایین‌تر از خط هوش در قلمرو حیوانات یافت می‌شود. زنبور عسل فوراً ترس را در ذهن یک شخص حس می‌کند و به دلایل ناشناخته نسبت به کسی که ذهنش هیچ ترسی را ثبت نمی‌کند، فردی را نیش می‌زند که ذهنش ارتعاشات ترس منتشر می‌کند.
ارتعاشات ترس با همون سرعت و اطمینانی انتقال می‌یابد که صدای انسان از ایستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده رادیویی و با وسیله انتقالش از ذهنی به ذهن دیگر انتقال پیدا می‌کند. ارتباط ذهنی یک واقعیت است. افکار به صورت اختیاری از یک ذهن به ذهن دیگر منتقل می‌شوند. چه این حقیقت را فرستنده افکار یا گیرنده آنها بپذیرد چه نپذیرد. شخصی که به صورت شفاهی افکار منفی یا مخرب را بیان می کند، در عمل مطمئن است نتایج این کلمات را به شکل واکنش سخت مخربی تجربه می کند. انتشار تکانه های فکری مخرب به تنهایی و بدون بیان کردن آن واکنش سختی را به شیوه های مختلف ایجاد می کند. اولین و شاید مهمترین واکنش سختی که باید به یاد داشته باشیم این است که شخص منتشر کننده افکار مخرب با شکستن قدرت ذهنی تخیل خلاق باید آسیب ببیند. دومین واکنش سخت این است که وجود هر احساس یا فکر مخربی در ذهن یک شخصیت منفی را گسترش می‌دهد که مردم را می‌راند و اغلب آنها را به مخالف تبدیل می‌کند. سومین واکنش سخت آسیب به خود فردی است که افکار منفی در سر می‌پروراند یا آنها را آزاد می‌کند. این تکانه‌های فکری نه تنها به دیگران صدمه می‌زنند، بلکه خودشان را در ذهن نیمه هوشیار فردی که آنها را آزاد می‌کند جای می‌دهند و بخشی از شخصیت او می‌شوند. همه چیز فقط با انتشار یک فکر تمام نمی‌شود. وقتی فکری آزاد می شود، در هر جهتی از فضا گسترده می شود، اما خودش را دائم در ذهن نیمه هوشیار فرد آزاد کننده آن می نشاند. احتمالاً کار شما در زندگی دستیابی به موفقیت است. برای موفق بودن، باید آرامش خاطر پیدا کنید. به نیازهای مادی زندگی برسید و بالاتر از همه به خوشی دستیابید. تمام این شواهد موفقیت به شکل تکانه‌های فکری شروع می شوند. حال شما می توانید ذهنتان را در دست بگیرید و با تکانه های فکری کنترل کننده آن را تقویت کنید. همراه با این مزیت، مسئولیت استفاده سازنده از آن را نیز دارید. با همان اطمینانی که می دانید قدرت کنترل افکارتان را دارید، حاکم سرنوشت زمینی خودتان هستید. حال ممکن است بر محیط اطرافتان تأثیر بگذارید. آن را هدایت و سرانجام کنترل کنید و یک زندگی بسازید که خودتان می‌خواهید، یا ممکن است این وضعیت را که مال شماست نادیده بگیرید تا زندگیتان نظم داشته باشد. بنابراین خودتان را در دریای بیکران بخت و شانس بیاندازید که مثل یک تکه چوب روی امواج اقیانوس به اینجا و آنجا پرتاب می‌شوید. سپاس از همراهی شما. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.